عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین به ما پیوستند. خیلی خوش آمدید. این دلیل ناترازی برق در ایران به نظر شما چه است؟ آیا به دلیل مصرف بیش از حد مردم یا اشکال جای دیگه ایه؟ دور به شما، وقتتونم بخیر. به این دلیل ناترازی برق فکر کنم دیگه بیانه است، نیازی به ادله نداره. اینکه جمهوری اسلامی در 10 سال اخیر انقدر پولهای خودش و سرمایه های مردم رو هزینه خواسته خرجی های خودش کرده که نیروگاه جدید نساخته و نیروگاه های حرارتی ما رو تبدیل به سیکل ترکیبی نکرده و ما در تولید برق عملا عقب موندیم، هم از برنامه هایی که خود آقایون تدوین کرده بودن، تصویب کرده بودن، هم از کشورهای همسایه. ما تا 15 سال پیش صادر کننده برق بودیم، الان عملا دیگه به وارد کننده برق تبدیل شدیم. اما اینکه جمهوری اسلامی اصرار داره که باز این رو بندازه روی شونه مردم و پاش روی گردن مردم بذاره و فشار بده رو اصلا حس کنم که نباید راه دوری بریم. فقط من اشاره میکنم به سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی، سازمان بوروکراسی بزرگیه که سالها پیش، تقریبا 30 سال 30 خورده سال پیش آقایون تأسیس کردن و قرار بود کارهایی انجام بشه و برنامه هایی تدوین شد که ما مصرفمون بهینه بشه، یعنی ما در زمینه گاز آبگرم کنهامون فرسوده از عوض بشه، بخاری ها فرسوده از عوض بشه، تمام کولرهایی که اصلا معلوم نیست چجوری ساخته میشه، با چه استانداردی ساخته میشه، در هیچ جای دنیا این کولرهای آبی استفاده نمیشه، فقط تو ایرانه، و کولرهای گازی که حالا واردات میشه یا الان جدیدن دارن خودشون تولید میکنن، همه اینا برنامه بود که خود دولت وام به مردم بده بر اساس زمانبندی مشخص، همه اینا رو مدرن کنه که ما همون اندازه که تولید برقمون باید افزایش پیدا میکرد که متاسفانه نکرد، به همون اندازه مصرف انرژیمون هم تقریبا میشد به شکل و شمایل مصرف کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه. فقط شکلش، اینکه حجمش آمارها نشون میده که مردم ایران، من در رابطه با کشورهای حاشیه خلیج فارس صحبت نمیکنم، مثلا ما فقط بر اساس آماری که شما همین الان در برنامه ارائه دادیم ترکمنستان رو مثال میزنم. ترکمنستان یک کشور اصلا عجیب و غریبی از نظر نظام سیاسی و اقتصادی، ما حتی مصرفمون از ترکمنستان پایین تره. اینکه اصرار دارن بندازن تو زمین بازی رو، توپ رو بندازن تو زمین بازی مردم، این از شاهکارهای جمهوری اسلامی که فقط مال برق نیست، بخشای دیگه هم همینجوری. جمهوری اسلامی در تولید برق خورشیدی و انرژی پاک سرمایه گذاری نداشته. به این مهمترین دلیلش شاید 2 تا فاکتور باشه، یکی ناکارآمدی و فساد و یکیش هم عدم سیاستگذاری های صحیح در نظام سرمایه گذاری انرژی های تجدیدپذیر. من مثال اگر بزنم، مثلا هیچ سرمایه گذاری چه خارجی چه داخلی قبول نمی کنه که بیاد در کشور ایران یه نیروگاه خورشیدی یا بادی بسازه اما قیمتش رو خودش تعیین نکنه، به ضرب و زور دولت قیمت این برق تعیین بشه، یعنی دولت تعیین کنه که من برقی که تو تولید کردی و سرمایه گذاری کردی رو من چند میخرم. همین الان از چند سال پیش تمام صنایع بزرگ کشور رو مجبور کردن که نیروگاه بسازن، دولت سلب مسئولیت کرده از ارائه و تولید برق و عرضه برق به این صنایع بزرگ مثل سیمان، پتروشیمی و فولاد و گفته خودتون در تابستون برقتون رو تامین کنین، اما در زمستون و در دوران سرد اون برق اضافی رو من از شما میخرم به قیمتی که من تعیین میکنم، یعنی هر چقدر که من سلاف دونستم. خب عقل سلیم هیچ سرمایه گذاری داخلی و خارجی نمیاد تو بخش انرژی، بخش برق ایران سرمایه گذاری کنه و آمارها هم نشون میده که ما در انرژی های تجدیدپذیر آبی و بادی و حتی خورشیدی که دیگه بهترین جای دنیا رو ما داریم از این در این زمینه، عملا هیچ سرمایه گذاری در 10 سال اخیر انجام نشده و از همه کشورهای منطقه عقب افتادیم. سپاسگزارم از شما. همراه بودیم با عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین، آلمان.